قلب سلطان قلپا ایستاد و واقعا من شدن میونه ما دوتا رو نمیتونستن و هم بزنن. ما در این حال که انقدر با هم رقابت داشتیم و کار سینما نزدیکترین آدم به هم دیگه بودیم، هیچ چیز را از هم پنهون نمیکرد. نمیتونم چیکار را تو کنم، نمیتونم چیکار. از همه کسانی که به هر حال تشریف دارم میان میرم تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم. من خودم رو شایسته تسلیت میدونم، خودم رو سهیم میدونم در این کار. به منم باید مثل به بچه هاش تسلیت میدونم، به خانومش تسلیت میدونم و دو به هم بوده که آقای من برادر من برادر کچکی من آرزو دارم که باز آرزو دارم که باز آن روی زیبا را ببینم
رخصتم ده تا نهان از مردمان آیم به سویت جوانم رخصتم ده تا نهان از مردمان آیم به سویت وان اشارت های گرم عشرت افزار را ببینم سلامتی ولی به اصلا این کافی نیست این وظیفه دستندرکاران وظیفه مسئولینه که به قول آقای شارخان نادری به این شیر پیر مردها رسیده ای هم بشه گاهی هایی ازشون پرسیده بشه که چه میکنن کجا هستن بیکارن سرکارن تنها کافی نیست که ما خودمون به خودمون برسیم پس وقت در این حال هم این حضور که هر چند روز یکبار 15 روز 20 روز یکبار هست آقای شارف‌نادری که زحماتش گردیدشون هست به هم پیوسته میشد و هم جمع میشیم باز هم خدا رو شکر حداقل از سلامتی هم دیگه برخوردار میشیم هم دیگه رو میبینیم و ولی به نظر من کافی امیدوارم که این جمع و این جلسات حالت
رسمی پیدا بکنه، به قول ایشون حداقل منعکس بشه، جایی منعکس بشه، ببینن که ما حرفی برای گفتن داریم نداریم. هر کدوم از ما یک دنیا تجربه هست، ما ذخیره هایی هستیم که در درونمون برای گفتن خیلی زیاد حرف داریم، خیلی پیشنهادات زیادی داریم، خیلی مشکلات رو میتونیم با زبان و کلاممون حل بکنیم. یه روزی با زور و قدرت و پنجه و بازو در میدانهای کار میکردیم، امروز صاحب تجربه هستیم، مغزمون کار میکنه، زبونمون کار میکنه، فکرمون کار میکنه. این بده که بمونیم یه گوشه و بپوسیم از بین. خیلی با تخطیر رفیق اخصر خیلی با تخطیر رفیق جون در جونی بودن حتی تو هزم بعد و هر جا که می رفت این فردی همی آمد دنبالش درست. خلاصه خدا بیاموزه همه شما، هم تخطیر جاش خالی اینجا، هم فردی خیلی خالی خدا شما را میگرده خیلی خاطر خوبی ما از بایدادی این
داشته باش. یکی نبود زیر گنبد کبود، یه ممل فش فشه بود از رو سر کلا میزد، جیب و رو هوا میزد، ببین از کجا میزد، بر آسمون و بر زمین میخندم، من هم به اون و هم به این میخندم، دیگه چه غم دارم دوستای هر کارم، من که در این دنیا بیکار و بی آوزم. سینما بود و آقای سینمام رفت و هنوزم در قلب هممون هست. انشالله که بقیه به این زودی نرم. هنرپیشه‌های ما وقتی اومدن به سینما مشهور شدن، اما فردین قبلا در جهان ورزش مشهور شده بود، بعد به سینما اومد. به خاطر این مشهور شده بود که خصوصیات انسانی والایی داشت، همون خصوصیات هم در کار هنرش می درخشید. با بله، من اولین فیلمم رو به اصطلاح وارد سینما شدم با آقای فردین کار کردم و آخرین فیلمم هم با آقای فردین تمام کردم و دیگه ممنون کار نتیجتاً درد ایشون رو من بهتر از هر کی میدونم، درد ایشون رو احساس میکنم. ایشون سلامت کامل بود و ایشون رو درسته که ما از دست دادیم، من یکی از دست ندادم، ایشون رو قلبا دوستش دارم، باش خاطرات زیادی دارم، فیلمای زیادی باش بازی کردم، فیلمای زیادی به اون با تیتر کارگردانی برایشون کارگردانی کردم و بسیار بسیار همه جا در همه محافل ذکر خیرش بوده. امیدوارم که یه همچین نازنینی که ما از دست دادیم به اصطلاح که دادیم واقعا، این در تاریخ نامشون هم که جاودانه بمونه و ما بهش افتخار میکنیم. زمانی که سینمای ایران داشت از بین میرفت صنعت سینما، آقای ناصر ملک متقی هنرمند ارجمند آقای فردین رو به سینمای ایران معرفی کرد. با آمدن فردین در سینمای ایران، سینمای ایران اوج گرفت. در زمانی که فیلمای خارجی تمام سینمای ایران رو احاطه کرده بودند و مردم
از سینما ایران رو گردونده بودند، با آمدن فروین سینما ایران به قله رفیع خودش رسید و تونست مردم رو جذب کنه و مورد استقبال زیاد تماشاچیان قرار گرفت. ما از کجا بگم؟ من ما سابق 50 سال دوستی داشتیم، در این سالیان اخیر تنگاتنگ دوست بودیم، بیشتر با هم بودیم، روزها شبها مسافرتها، اخیراً مسافرتی بودیم. از چیش بگم؟ همه قصدشو گفتن، تمام خصوصیات اخلاقی که داشت، دوست مهربون و خوبی بود. نمیتونم از خجان صحبت رو بکنم، همه حرف بود. خیلی متشکرم. کشور قدیم هستیم و ازدهام جمعیتی که میبینین چه وضعی داره الان، واقعا مردم میخوان ثابت کنن که هنرمند و یه قهرمان رو چقدر دوست دارن. از خود در ورزشگاه شیرودی به اینجا همینطوری این ملت دارن پیاده را میان. فردین جان دوستت داریم، فردین جان دوستت داریم، فردین جان دوستت داریم. من خیلی متاسفم که یه همچین دوستی رو که هر روز من با ایشون ارتباط داشتم، واقعا یک انسان بود، یک آقا بود، آدم بسیار با تربیت، با وقار.
یاد موندنی محمد علی فردی اینا باید ایشان همه شون بیان یادی از نقشینه بزرگ بکنن. آقای فردی شما فوق العاده مورد محبت مردم مملکت هستید، همه شما رو دوست دارن، منتظر دیدار شما هستید. من مذار میخوام احمه حفظ سخن نیستم چنام خیلی زهید ناسو جون از در بشنگ صحبت کردن که من فکر کنم خیلی کوتاه زمه تسکیت به خانواده محترم حدشینه یه خط شعر بکنم و بایزتون ما خرص بشن. شبی به واقعه دیدم علامت عرصات که می زدن به میزان عرض صوم و صلات، منم قنین و بر احبار خیش مندمات، ندار سید که مندر تسنات، قنین مباش و بگو این کلام با برگاه چه بر حبیب خدا ختم انبیا سنید. الله Thank you.
Mira, vamos a ver.
لطفاً نظر خودتون درباره این جمعیت پرشور که برای مزار شادروان زنده یاد فردین اومده بودن رو بیان کنید. اولین چیزی که میتونم بگم که امروز آسمان هم گریه کرد. درست در زمانی که ما مراسم تدفین انجام میدادیم طوفان به پا شد و بلافاصله بارندگی. خیلی خوشبخت بودیم فردین. خیلی خوش به سعادتش که آسمان هم براش گریه کرد و مردم تهران و ایران هم متاثر شدن. هیچ کسی نمیتونه توصیف بکنه که امروز در مملکت ما چه گذشت، به خصوص در تهران. منی که در خودم خیلی چیزها رو سراغ داشتم نتونستم کاری انجام بدم. لطف میکنید بدرقه مردم رو تگونه از آقای فردین، زنده یاد فردین، بازگو کنید. من میدونستم مردم، چون بیشتر با فردین بودم، مردم میدونستم چقدر دوستش داشتم، ولی نمیدونستم به این حد که من اتومبیلی که جلوی حمل جنازه بودم باید راهنمایی میکردم چقدر مردم ماشینا رو اتوبوس ها رو بلند میکردن جابجا میکردن رد شیم و این جمعیت از دم امجدیه تا میدون حسن آباد میدویدن، پیاده اومدن به بهزرا و همه چی از دست اون در رفت. مردم خودشون کار زشراز رو انجام دادن، هیچ کاری نشد ما بکنیم. برنامه رسیم زمنان از نیروی انتظامی خیلی تشکر میکنم، خیلی همکاری کردن، خیلی محبت کردن، خیلی ممنونم. خانم فردین خسته نباشید، امیدوارم که غم آخرتون باشه و نظر خودتون رو درباره این تشییع جنازه که برای پدرتون بود و دست میکنم بیان کنید. فقط یه کلمه یادم میاد، اینه که خدا اونجا به مردم گفتم، گفتم به آمی، گفتم که بابا مال مردم بود، امروزم روز مردم بود. واقعا 22 سال پیش ما مون تو خونه، ولی امروز روز مردم بود. ما قدمی نتونستیم جلو بگذاریم، هر از هر طرف میبردیم، اینقدر زیاد میآوردن، مجبور شدیم عقب گرد میزدیم، رفتیم تو ماشین نشستیم تا اینکه اومدیم برگشتیم. اومدیم. خیلی ممنون. نمیدونم چی بگم در این شرایط. فقط میدونم که فقط یاد حرف پدرم میافتادم که همیشه میگفت من عاشق مردمم. این مردم بودن که منو اینطور نگه داشتن. همیشه من از توی مردم بودم و برگشتم به مردم. میشه به صورت من این رو میگم بابا. میگم که فردین گمنام با دستهای قشنگ این مردم در زمین ورزش فردین شد. بعد وقتی که به سینما اومد همین دستها باز فردین رو در سینما قهرمان سینما کرد. من این دستها رو میبوسم و بارها میبوسم و همیشه میبوسم و فوق العاده برای این دستها احترام دارم. امیدوارم که این دستها همیشه سلامت باشن و برای قهرمانهای آینده مملکت، هنرمندان واقعی مملکت همیشه دست بزنن و اینها رو تشکیل دادن. متشکرم. خدمت شما آقای روحان، انوشیروان روحانی. لطف میکنید نظر خودشون درباره زنده یاد فردین و این مراسمش بیان کنید. بله، خدمت شما عرض کنم که مراسم خودش بازگو کننده زندگی پر اقتدار فردین نازنین بود و از همه مهمترین بود که به راحتی از این دنیا رفت. و ببینیم بعد از کسی که بعد از 21 سال هیچ موقعیتی برای این که کاری بکنیم و متاسفانه نداشت، ولی دیدیم مردم چجوری ازش استقبال کردن. یکی از همکاران مطبوعاتی بسیار قشنگ گفت، گفتش که قلب سلطان قلفا ایستاد و واقعا هم همینطور شد. او رحمت شده و موفق خودمون بکنیم. متشکر. صحبت کنید که آیا آقای فردین که فوت شده مردم تونستن اون خداحافظی درست حسابی باشون بکنن یا خیر؟ نمیتونم حرف بزنم، فقط میتونم تشکر کنم از مردم که اینقدر محبت بودن، اینقدر لطف کردن به فردین و اون احساسشون و عشقشون رو ثابت کردن. فردین مال مردم بود، مردم هم ثابت کردن که چقدر دوستش دارن. خیلی ممنونم. متشکرم. بله بپرسید. خانم فردین، ضمن عرض تسلیت به مناسبت این فاجعه تلخ،
حضور گسترده مردم رو چطوری ارزیابی کردید؟ من از همهشون متشکرم، زحمت کشیدن، شرمنده شونم. دلم میخواستش که قدرتشو داشتم، حالشو داشتم. خواهش میکردم همه میمدن اینجا خستگی در میکردن. از محبتشون یک دنیا متشکرم. فردین همه رو دوست داشت، همه فردین رو دوست داشتن. امروز سنگه تموم گذاشتم برام، حرفی ندارم. خیلی متشکرم از همه این مردم. تشکیات میدم بهتون از طرف خودم و همه همکارانم در روزنامه ایران و آزاد. خواستم ببینم که حضور مردم امروز پاسخگوی آقای فردین و زحماتی که برای تئاتر سینما کشیدن بود به نظر. بله، بسیار بسیار عالی بود. مردم جوری استقبال کردن که اصلا تصورش نمی‌رفت. جمعیت انقدر زیاد بود، انقدر با عشق اومده بودن. برای من به خصوص سالها بود که رنگ آبی عشق رو نمی‌دیدم، اما امروز به وضوح حسش کردم. دیدم صورت برادرم، هم دیدم مثل گل بود، مثل گل خوابیده بود. خانم اصلا باور نمی‌کردی که مرده، انگار خوابیده بود. از موقعی که خوابیده بودم زیباتر بود. مردم خیلی دوستش داشتن، مردم عکسشو با التماس و احترام میذاشتن تو جیبشون. به التماس عکسشو میگرفتن و میذاشتن تو جیبشون. مردم خیلی دوستش داشتن. من از همشون ممنونم. دلم میخواست پای همشون رو میبوسیدم. نمیشد، خیلی جمعیت زیاد. خودشون در زمانی که در قید حیات بودن میدونستن که هنوز هم بعد از 20 سال این همه طرفدار دارن. جمعیت بیش از 100,000 نفر دنبال جسدشون. بله، خودشون حس کرده بودن. خودشون میدونستن. همیشه میگفتن دلم بخواد محرم بمیرم، دلم بخواد محرم بمیرم. خودشون مردم رو خیلی دوست داشتن و طبیعیه که این واکنش واکنش مثبته. ولی خب هر بازدهی داره، به هر حال نمیتونه یه طرفه باشه. مردم رو دوست داشتن، مردم هم دوستش داشتن. عاشقانه مردم رو دوست داشت. اونا همینجوری یه رنگ دوستش داشتن. خیلی متشکرم، شاید که غمتون هست. قربونتون برم، خیلی ممنونم. مرسی از شما، قربون شما. بفرمین کاشم. خانم حقیقی، من به شما تسلیت میدم این فاجعه رو. شما از دوستان و عزیزان آقای فردین بودین، کسی که تا لحظات آخر عمرش با ایشون بودید. بله. روزهای آخر ایشون در چه شرایطی روحی به سر می‌برد؟ خیلی خوب، فوق‌العاده. اصلا چیزی که من نمیتونستم فکر کنم و واقعا شوک شدم من که آقای فردین ببینم یه همچین وضعی پیدا کرده بودن. اونجا شما چطور این رو ارزیابی میکنید؟ جمعیت بالای؟ بله، خیلی زیاد بودن که اصلا ما موفق نشدیم جلو بریم. خیلی خیلی، اصلا نمیتونستم فکر کنم. سالها آقای فردین در عرصه تئاتر و سینما نبودن. شاید حتی عکس آقای فردین رو نسل بعد از انقلاب شاید امروز دیده یا یکی دو بار در مجله‌ای که تیراژهای زیادی هم نداشته. ولی جوان‌هایی که امروز اومده بودن چیز دیگه ای رو میگفت. ولی هر جایی که ما مسافرت با آقای فردین داشتیم، خوشبختانه من میدم حتی بچه های کوچک آقای فردین رو میشناسن. خب اینو چطوری؟ برای اینکه فیلم ها بیشتر منتقل میشد به منزل، ویدیو میدیدن و خیلی علاقمند بودن. ما یه سفر کیش با هم داشتیم، دیدم واقعا چه میکنن جوونا، بچه‌ها، بچه‌های کوچیک هم میشناختنشون. خیلی محبوب بود، خیلی. اونم من فکر میکنم که رو خصوصیات اخلاقی خودش بود، خیلی متواضع بود. اولین کار ما ایرج میاد و یکی از زیباترین کارهایی که اون وقتا که هر کی که دوست داره برای ما اجرا میکنه که خاطرش زنده تر بشه. برای به حال قبلا ممنون از همه تون، از همه تون، از مردم ایران که اومدن و نشون دادن که فردین کیست و پایه های هنر این مملکت در چه آبها و چه ریشه هایی نهفته است. خودتون جان خیلی خوش آمدید، سلام بر شما. بیا اینجا جمعه ببینمه.
امشب ما برای محمد فردین حرف میزنیم. به هر حال همه ما رفتنی هستیم. ای کاش مثل چنین تردیدی از دنیا بریم. ماه محرم شب هفتش متصادف میشه با شب عاشورا. خدا رحمتش بود که میکنه. عزاد عزاد امروز فردین محبوب پیش خداست. خیلی ممنون جان. شما خاطرات زیادی برای ما زنده کردید. در این شبها خیلی ها برای ما محبت کردن و خیلی ها حرف دادن و خیلی ها خوندن و خیلی ها ما رو مورد محبت قرار دادن. این شب قاسم رفعتی بدون شک یکی از زیباترین کاراش اجرا کرد. هم میتونی درخواست بریم اونه اجرا بکنه، هم میتونی درخواست بکنیم کار تازهی بکنه. اما همه درخواست بکنن که اول کار دیشبش رو تکرار بکنم اون اولی رو و بعد هم در یک فرصت یک قسمت دیگه رو برای ما اجرا کنیم. شما خیلی به ما باید برکردیم. ما از شما فهمیدواره تشکر میکنیم.
دارم سوالی ای خدا، ای آشنا با فکر ما، وی قادر قدرت نما، چون می نوشتی این سرنوشت ما خاکیان، قسمت چی کردی از ملک هستی افلاکیان؟ این قادر عرش آفرین، صورتگر فرش زمین، وی مالک ملک یقین، باید به بال اندیشه پویم هفت آسمانت را یک یک به جویم، هم ثابت و هم سیارگان. خواهم سیاحت ها کنم در زهره و در مشتری، شاید که خورشید افکنم آنجا فروغ دیگری، تا مگر در آسمان در دل آن اختران زن چه می جوید بشر ذره ای یابم نشان. شاید آنجا زندگی دور از این قوها بود، معنی صلح و صفا، بلکه در آنجا بود. جویای راز خلقت آن ای خدای مهربان، با شهبر اندیشه ها بر قله عرشم رسانه. همه میدونید که آهنگ مال این بزرگواره، من جسارت کردم اینو خوندم. کمک سینه شما بود خلوات بکنم. جناب رفتی نه بله 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 آقای ایگر سلام عزیز. سلام آتفه هستم بخصر. بله بله تصویر هم از آهنگای خاطر فیلماش مزنم رو بخونیم. چرا من الان سینما دیره جو دوستی رو بخونیم، بعضی ها گفتن دوستی رو بخونیم. بله 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 بمتر هفته بمتر بخونیم. این آتفه خانم خیلی احساسیه و میگه خاطراتون اون دوستی رو این ماه بعد خیلی بیبار. اجازه می‌فرمایید؟ آه 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 آه
در اگر در قدم هد من ندهم باز خجلم دشمنی وقتی زدل نور محبت میبره رنگ آفتاب میپره رنگ آفتاب میپره اون که دل میفروشه از اون ز خدا